Have you ever stopped to think about the beauty of the moments in between? چه کدوم محلی؟ من بچه فردا. بچه کجایی؟ نمیدونم. پارک دشته. سمت امارات کوچه یخچال. گمرک. چی شد حادثه؟ تو رفته دنبال ترقه پریده تو چشش. منم داشتم تو خونه نشسته بودم یه دفعه ترقه ترکیده صورت مونتش زخم شد. دونه چند می‌خری؟ نمیدونم خودش میره می‌خره. من از کجا خریدی؟ من مولوی. دونه 1000. این مواد مترقه بود که میرفت بالا، مثل اینکه چپه شد پایین. منم دویدم بچه ها رو نجات بدم، دختر و بچه هم پسرم رو کشیدم کنار، افتاد تو کاپشنم. با تینتی اومدم بندازم پایین، دستم اینجوری شده دیگه. با وکیلم صحبت کن. خانم شما وکیلشونی؟ دستش سوخته از این کپسولای بزرگ گرفته تو دستش، تا اومد هندک بزنن ترکی تو دستش، تمام صورتش پاش همه زخمی شد. چند نفر بودین دور هم؟ ما بچه ها با خود تو حیات خودمون داشتیم بازی میکردن. جشنتون به هم ریختیم. آره داغون شد کلا. ما چی کار داری خریده بودم؟ ما با صورت اینجا آمار داریم. نه یک چه رفیقا میارفته بود. خب کجا سوختی؟ حیات خونه؟ نه با حیات نه، تو پارک محلمون. کپسول آتیش گرفت و زد تو صورت. کپسول چیه؟ کپسول همین گاز پیکنیکی. آره. اشکی نبوده تذکر بده بهش. من برم. برید داداششو برم. خب بریم ببینیم تو این چند روزه چه اتفاقایی افتاده و چه افرادی در اثر بازی با مواد محترقه و منفجره کارشون به بیمارستان سوانح سوختگی مطهری کشیده. چی شد برامون تعریف کن؟ نارنجک تو دست رفیقم بود، داشت میپیچیدش، یه لحظه پلاستیکش پاره شد، دوتا سنگ ازش افتاد. من گفتم حواست باشه، یه دفعه چسبان تو دست من بود. من داشتم نارنجک میپیچیدم، چسب واس شد نارنجک خورد تو زمین. بعد من آتیش گرفتم، رفیقم منو بغل کرد. بعد چی دیگه، من دویدم تو خونه، رفیقم عراپله دوید رفت تو خونه شون. من دویدم تو خونه، رفتم تو دستشویی، شیر آب و واس کردم، بعد همسایی ها ریختم تو خونه. الان چند روز اینجایی؟ الان حدودا دو سه روزه. میدونی که تعطیلات عید هم باید بشی، شاید دو سه ماه هم باید بمونی. آره دیگه میدونی. بفهمی کدوم قسمت هاشون سوخته؟ اکثر قسمت های بدنش، سر و صورت، دست ها، تنش، نیم جلوی بدن. بله بله بله، 50% سوخته. امید هستش براشون؟ انشالله. بله بله، تمام تلاشمون اینه که انشالله درمان ها رو بگیره که کمترین عارضه بهش وارد بشه. فکر میکنید برآوردتون از نظر زمانی چقدر نیاز به بستری مراقبت داشته باشه؟ یه همچین مریضای حداقل 20 روز تا یک ماه اگر که همکاری بکنند باید مهمون بدنشون پاسخ بده. بله بله، خیلی خاصی دارای خب هزینه درمان همچین بیمارای بالاست و بالاخره تو این با این اقدامی که انجام داده هم خسارت به خانواده وارد کرده، هم به خودش و عوارضی که بر جای میذاره، علائمی که در سطح بدنش میمونه تا آخر عمر همراهش.
پشیمون نیستی؟ شب. برای اون کسایی که الان اینو میبینن، این برنامه رو میبینن، چه صحبتی داری؟ دیگه همچین کاری رو نکنم، سمت این کارا نرم. کسی به شما نگفت یه روش های بهتری برای برگزاری جشن چهارشنبه پایان سال داشته باشه؟ نه. شما را به شما ربطی نداره. حال کردم ترکیدم. آدم خلافو برات کار می‌کنی اما داشتم بالونارو می‌انداختم هوا افتاد صورت. کپسولی ترکی تو دستم. خودتون استفاده می‌کردید؟ آره خودم استفاده می‌کردم. چند سالته؟ 11. نه تو خیابون می‌رفتم چی افتاد؟ اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری بشه. یه لحظه بود. شرمنده‌ام. با چی سوختی عمو؟ هیچ بابا آتیش. یه دونه کپسول یا این کوچیکو؟ کپسول گابی. کجا آوردی؟ خریده بودم. چند؟ 5 بسته 35 تومن. چرا؟ بزنم. اکلو سورنج. بچه این بچه شهریه را از شهریه راحت اومدی بیمارستان؟ کی آورده؟ یکی آورد دیگه چیکار ده؟ اورژانس کمک کرد، منظورم این که کسی کمکم نه، پیاده اومدم. حادثه رو برام تعریف میکنی؟ نه داداش دیگه شرمنده هم دیگه، چی بگم؟ همون ببینم دستتو نشون بده. آبل زده دیگه. ما تا حالا 4 تا فوتی داشتیم به خاطر همین مواد محترقه، به خاطر آخرین شب چهارشنبه 94. بفهمیم برای چی؟ بیشتر درصداشون به چه صورت؟ 85%، 100%، 200%، یا 85%. ترومای خیلی خیلی وسیع، متاسفانه غیر قابل نجات بودن. جو 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 آب جو فقط جو جو. اخیراً چی شد؟ حادثه انفجار 50 کیلوگرم مواد منفجره بود که به کشته شدن 13 نفر منجر شد. آوردن اینجا بیمارستان؟ بله 6 نفرشون آوردن اینجا. همه فوت کردن؟ بله نهایتاً بعد از 2 روز همه فوت کردن. برای ترقه بازی اینا؟ بله کارگاه ساخت مواد منفجره بود. بیشتر از کجا سوخته بودن؟ بیشتر کل اندام بدنش سوخته بود دیگه. انتقال دادن برای تدفین دیگه؟ همه تدفین، همه پزشک قانونی و بعد خاک. صحبتی نداری بابا؟ نه خواهش میکنم. شما اینجا میبینین از اینت؟ بله متاسفانه ما الان نزدیک 20 روزه که درگیر این موزل هستیم و واقعا صحنه‌های دلخراشی میبینیم. یه خسته نباشید هم میگم به شما. پرسنل عزیز بیمارستان سوان و سوختگی شهید مطهری، امشب آماده باشم برای خدمت. انشالله که روزگار خوبی داشته باشین. ایام نوروز هم باید اینجا خدمت بدم به افرادی که دچار سانحه و سوختگی شدن. خدا قوت. چند وقت پیش حتما تو خبرها شنیدین که یه دستفروشی در خیابان جمهوری اقدام به خودسوزی کرد. اینجا بستری هستن تحت مراقبت‌های ویژه. بریم ببینیم اوضاعشون چطوره. بیماری بوده که با
سوختگی حدوداً 30% عمیق درجه 3. تا حالا حدوداً 4 بار تحت عمل جراحی قرار گرفته. الان شرایط عمومیش خوب هست و انشالله در روزهای آتی به امید خدا مرخص میشه. دکتر، این نگهداشت این افراد خیلی سخته، مخصوصا اونایی که درجه 3 و 4 هن. بله، قدم اصلی در درمان این بیماران جلوگیری از عفونت هست و اقدامات نگهدارنده که خدا رو شکر در این بیمار موفق بودیم، با توجه به اینکه این بیمار کیسی بودی که کیس خودسوزی هم بوده، الان خوب هست و خدا رو شکر مشکلی نداره. بیمار شما هستن دیگه، خودتون تحت مراقبت دارید. بیمار من هستن. چند روز الان حدودا؟ الان تقریبا فکر میکنم 3 هفته بیمار بستری شده. از نظر روانشناختی هم روشون صحبت داشت؟ بله، بیمارانی که مشاوره روانپزشکی، مشاوره اعصاب روان، مشاوره داخلی، عفونی و یکی از ارکان درمانمون متخصص بیهوشی هست. نگفتی چرا این کاری کردی؟ چرا؟ به این جوونه، به این خوشتیپی، میدونی چند روز بعد حالا اینجا بستری باشی تحت مراقبت؟ بله که زودتر خوب بشه، در صورت نوروزت خراب شد. امیدوارم که این اتفاقا دیگه پیش نه. سر ما هستن دکترای خوبی که ما داریم، بیمارستی میکنن بهتر میشه. خدا این دکترا رو از ما نگیره، خدا تمام حاجتاشون رو روا کنه. دانشگاه علوم پزشکی ایران برنامه ای رو برای تجهیز و یا افزایش تختهای بستری سوختگی داره. حالا بیمارستان جدید در دست اقدام داره، راجع به این هم بفهم. بیمارستان شهدای یافت‌آباد از در واقع همین روزهای گذشته با به دست آقای وزیر 14 تخت برن آی سی یو یا آی سی یو مخصوص سوختگی راه اندازی کردن. خب همینجا در همین بیمارستان برنامه داریم سال آینده 20 تخت آی سی یو سوختگی باز اضافه کنیم. باز جزء برنامه دانشگاه علوم پزشکی ایران اینه که بیمارستان سوختگی کن که در واقع در منطقه 5 هست، بیمارستان بسیار مجهزی هست و امیدواریم که تا پایان عمر دولت تدبیر امیر، یعنی همین دوره فعلی، انشالله که این بیمارستان به بهره برداری برسه و کمک بزرگی است به مردم. اکلی سورانت دست چپ زده بودم این گوشم بذارم یه جا، یه هول شدم و دستم افتاد، ترکی چشم زخم شد. ترقه تو دستم بود، میخواستم بندازم بعد ترکی دیگه. کدوم ترقه ها بود؟ چه نوع ترقه ای بود؟ از این کپسولی کوچیک ها بود. دست تو بیار بالا ببینم چند تا بخیه خورد. هایی دکتر؟ چهار تا بخیه خورد. آدم رو فکر نمی‌کنه واقعا این ترقه‌های کوچیکم بتونه همچین کاری بکنه. ولی شانس بودی، حالا به چشمت آسیب نرسید. حالا من خدا رو هم کرد دیگه، ولی یه تجربه ایشو تجربه بدی بود دیگه. خلاصه به همه میگم واقعا این کارو نکنن. می‌خواستم مثلا خوش بگذره بهمون حالا. ولی بدترین شب زندگیم برام رو. آره دیگه، شما حالا ایام عید هم داری با این دست، هر وقت نگاش بکنی یاد این اتفاق یاد این روز میفته. تعریف کن چی شد حادثه؟ گاز انداختن تو آتیش، تو صورتم ترکید. کپسول گاز؟ کپسول گاز. کپسول به اون بزرگی پیکنیکی رو انداخت. کدوم منطقه بودی؟ شهرک یک بود. خیلی درد و سوزش داری هم دیگه. نفهمیدی کی بود؟ نه. این شبا اصولا همینه دیگه، تاریکه و هر کسی هر کاری ممکنه بود. در بررسی ریسک و مرگ و میر بیماران سوختی یه ایندکسی داریم ما به اسم ایندکس LA50، یعنی درصدی که در اون درصد 50% ما مرگ و میر داریم، یعنی اگر 60% هست نصف میبینن و نصف زنده میمونن، که خوشبختانه در بیمارستان شهید مطهری
درصدی که مد نظر هست و مطالعه کردیم 60%. یعنی از هر دو بیماری که با سوختگی 60% مراجعه میکنن یک نفرش زنده میمونه. این که ما بگیم اینقدر درصد مرگ و میر داره، نه، اون علمی نیست. ولی این درصد در کشورهای پیشرفته تا 70% هست، تا 75% هست. ما داریم تلاش میکنیم که انشاءالله با بهینه سازی تختامون و با کسب تجربه و استاندارد سازی تخت‌ها بتونیم ما هم درصد مرگ و میر بیماران سوختگیمون رو کاهش بدیم. من به بابام گفتم بریزه رو آتیش، الکل رو خواست بریزه، الکل یهو گر گرفت. الکل خیلی قابل اشتعال، خطر داره. به بابام گفتم بابای گفت یه آتیش درست کن من عروس بپرم. خب بعدن چیز گفتم بابا که زندان است نکنی. بابا توضیح داد. ببین الکل خیلی قابل اشتعال، حالا شما حسابه چیزی نشده، سوختگی سطحی. من وعدش کارم، من وعدش کارم کربند سازم تو دو کارم. حالا خدا رو شکر چیزی نشده دیگه. فقط یه زن پونس هم کنده شده، چیزی نشده. بد سوختی ها؟ نه بابا، چی سوختم؟ خیلی مردی. خیلی بابا، من مردترم. اینم از جشن چهارشنبه پایان سال توی بیمارستان. همونطور که میبینین صدای انفجار در سطح شهر پیچیده و انگار که جنگ و نبرده، اما اینجا از آرامشی برخورداره. الحمدلله مصدومین خیلی کم هستن، انگشت شمار بودن تا حدود 9 شب. خیلی هم خوبه جشنم که این شکلی شده دیگه. بالون آرزوها، مهدی بیا یه دونه بالون اینجا. بله بالونم خطر داره ها، بالونم خطر داره. خب جشن شما به اینجا رسید ها؟ حسن نباشید. پرسنل بیمارستان امشب خلوت بود خدا رو شکر. آره؟ خلوت. بالون آرزوهاتون هم سو نداره. دیگه چهارشنبه سوری مریض نداشته باشیم. واقعا جشن باید گرفت. آرزوی ماست که هیچ چهارشنبه سوری ما مجروح و مریض سوخته نداشته باشیم. خدا بهتون قوت بده. سلامت باشید. حسن نباشید میگم. خب می‌بینیم که دارن این بالون آرزوها رو روشن میکنن، بادم میاد نمیذاره. بالون خطر نداره نه؟ نه نه اصلا هیچ خطری نداره. آرزو کردین؟ آره آرزوم همینه، چهارشنبه سوری هیچ سالی مریض نداشته باشی. این خیلی مهمه، وگرنه تعطیلات عید هم باید اینجا حسابی زحمت بکشیم. ما که هستیم، آره تبعاتش رو تا دو سه ماه میکشیم چهارشنبه سوزی ها رو. واقعا آره. نگردا دورش رو باد نزنه.